طفلکای خرد کارای بسیار شاقره میکنن، اینا همش باعث کمردردی نزدشان میتونه کشن. درست، پس اطفال هم دکتر سب کمردردی بله میشن. و یا راه های تداویش، خب مثلا من نکته داد راه های تداوی یا یک راهکاری، یک مثلا توصیه برای پدر مادرها که خب ناگزیر هستن باید اطفالشان کار کنن. بله. پس خوبش که توصیه برای پدر بزرگ سالا باید متوجه طفلای خود طوری باشن که تغذیه مکمل و خوب کلسیم بگیرن. طفلا باید هوای آزاد زیادتر بگیرن هفته و همچنان کار فیزیکی شاقه بالای طفلا باید اجرا نشه. درست. و همچنان جای خو و چوکی ششتنشان در مکتب باید کنترل شود که یاد به طور غلط نشینن که باعث کمردردی نشن. و شاید ای توصیه که دکتر صاحب کردن برای اطفال ما یک روزی قابل اجرا باشد، چرا که در وطن ما بسیار کم بود زیاد است دکتر صاحب. بله. و تا او روز شاید اطفال ما کلان شوند و طفلایشان در او روز برسن که همه چیز برشان مهیا باشد. بله، امروز ما شما در شهر میبینیم که هر طفلک که بیچاره بله. یک بوجی سامانه یا کدام چیزی را در پشت خود داره، یعنی چندین برابر وزن خودشان. بله. سوسو میکشن. دکتر صاحب، یک تعداد عملیات های جراحی روی یک تعداد از اشخاص همیشه وقت بنا در تکلیفی که دارن اعمال میشن. آیا همیشه وقت میتونه این جراحی ها قابل یعنی مؤثر باشن؟ سوال بسیار خوب است. امروز در وطن ما شما زیادتر این جراحی های اجرا میشه، مگر هر جراحی که در بالای ستون فقرات اجرا میشه از خود استوابات خاص خود داره که عمتان ما باید پیش دکتر مخصوص مراجعه کنن که خدای نخواسته عملیات غیر استباب بهشان اجرا نشه. و من متوقن هستم که دکتر صاحبایی که عملیات اجرا میکنن، دکتر صاحبای ارتوپیدی و دکتر صاحبای جراحی اعصاب این عملیات اجرا میکنن حتما قابل استباب میباشه. من از عملیاتان خود خواهش میکنم که پیش دکتر ارتوپیدی و یا دکتر جراحی اعصاب مراجعه کنن که این دو دکتر اصلا وظیفه دارن که یک جایی عملیات اجرا کنن. درست. این عملیات ها بعضی اوقات مثل عملیات های سایر اعضا نتایج خوب نداره، مگر در 80% 90% که اگر عملیات با استباب خوب اجرا شوه مریض نتیجه بسیار خوب میگیره. درست. و اما دکتر صاحب، یک گفت خاطرم بود که از پیشتان پرسان کنم، متاسفانه فراموشم شد. باز هم عزیزان نمبر تماس رو براتون میگم 0793-970-763. موضوع امروز ما در مورد کمردرد است. باز هم براتون تاکید میکنم، بخشش باشه که من اینقدر تاکید میکنم، ولی میخوایم که وقت برنامه گرفته نشه در مورد کمردرد و تکالیفی که مربوط به سخن میشه هر سوالی که دارین هم میتونین پرسان کنین. اما دکتر صاحب، در وطن ما خب هر چیز رو من قسم فکر میکنم که باید هر درد یک پریزه جداگانه داشته باشه. خب دکتر صاحبایی که در افغانستان تداوی میکنن هزار بار شکر، دکترای بسیار لایق هستن و شاید اولین چیز اگر نباشه دومین و سومین چیز پریز غذایی است. در حالی که شاید زیاد کسا رو مدیده میگه که من نمیفهمم هندوستان رفتم، من پاکستان رفتم، من فلان کشور رفتم، ولی پریز غذایی برای من ندادن. ولی اینجا دکتر صاحب اولین چیز ممانعت میکنن پریز است. نمیفهمم خونکی نخوره، توشی نخوره، چی نخوره، چی نخوره، چرا آقایی؟ چرا این پریزا برای مریض داده میشه؟ بله، سوال بسیار خوب است. هر مملکت از خود خواص آب و هوا و محیط زیست علیحدہ داره. گپ شما بسیار بجای است که دکتر صاحبای هند و پاکستان که مریضای ما امروز زیادتر مراجعه میکنن به نزد دکتر صاحبای هند و پاکستان، اونا هیچ نوع پریز توصیه نمیکنن. و این خصوصیت آب و هوای پاکستان و هندوستان است که اوج هوای گرم دارن و هیچ غذا بالای بدن انسان اونقدر بد تاثیر نمیکنه. اگر شما فکر کرده باشین ترشی و یخی که در پاکستان خورده میشه بالای عضلات و استخوان ها اونقدر تاثیر نمیکنه. مثلا کسایی که در این زندگی میکنن اونقدر شخک که در افغانستان میشن در پاکستان نمیشن و یا در هندوستان نمیشن، از خاطر که درجه حرارت بلند است. ما فکر میکنم که پریزایی که برای مریضا داده میشه از ترشی و یخی ای سببش از ایسته که آب هوای ما شما کویسته. ما شما همیشه در هر ولایتی که فکر کنین در پلی کو زندگی میکنیم و همی آب هوای نزدیک کو
خاصیت های مخصوص خود داره که اونا شمالای یخ اثر بدن انسان بسیار بد تاثیر میکنه. مثلا آب افغانستان اگر خورده شوه، اگر مطالعه شوه، از آب پاکستان فرق بسیار زیاد داره. از این خاطر دکتر صاحبای افغانستان به پرهیز فوق العاده توجه دارن و برعکس دکتر صاحبای هندستان و پاکستان هیچ نوع پرهیز نمیتن. ماست افغانستان اگر خورده شوه، مثلا ترشی، وام در جمله ترشی و خیمه، بعد از عملی جراحی که نزد مریض اجرا میشه بسیار تاثیرات بد داره، مگر در هندستان و پاکستان این تاثیر نمیکنه. این من فکر میکنم که تمامش از اقلیم این مملکت هاست که هوای نو بسیار گرم است. پس باید عزیزانی که صدای ما را میشنوند، بیننده برنامه هستند، شدن به خود دکتر صدا شفاخانه همراهشان دیدن و یا دیگر دکتر صاحبایی که درباره درد کمرشان یا درد پایشان پرهیز میدن برشان، خوب است که حتما گفای دکتر صاحبا را گوش کنن. خب هیچ چیزی به علت نیست، یعنی دکتر صاحبا از دلشان هیچ چیزی رو نمیگن، و چیزی که خب تحقیقات کردن خودشان میفهمنن بر ما توصیه میکنن، خوب است که گوش کنیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین برادر عزیز؟ زنده باشین. نامتان چی هست؟ از کجا به تماس شدین؟ محمد شفی. محمد شفی بیادر است؟ بله. از کجا؟ از تشتاهای بیزا. بله سوالتان هم میشنویم؟ این پایان در نیدونه که دکمار مدتی چند ماه یا چند سال میشه؟ یک سه ماه میشه. پیش دکتر صاحبا رفتین؟ کدام دارو گرفتین؟ درمان گرفتین؟ بله. خب چی تشخیص دادن برسان؟ چه قسم درد داره محمد شفی بدر؟ شوالا بسیار درد میکنه. کجای پایش؟ کجاهای پای درد میکنه؟ آینکای زانوی مست. درد و آینکای زانوی؟ تنها آینکای زانوی؟ آینکای زانوی مست سیری کمرم. درست. سوال شما گه؟ تشکر از تماستان، میتونین جواب خود رو بگیرین. خیلی خدا نگهدار. یکی دکتر صاحب پیش از اینکه جواب محمد شفی رو بدیم یک وقفه داریم. وقفه را که دیدین باز که پس اومدین، محمد شفی بدر انتظار سوالت جوابت میتونه داشته باشی.